کار دکتر رو انجام دادیم، گفتیم که چوری میتونن وابستگی همون پروبار چند چطوری جایی که نیاز بوده درخواست اینجکشن بدیم. بعد بیم از معرض سفان برام واقعا تزدیق وابستگی رو انجام بدیم و یه دونه کامپوننت بسید کامپوننت برقلاف ماجرات که کلاس بود یه اینترفیسه که یه دونه آنوتیشن کامپوننت بارش میداره. در نهایت خود دریه وقتی بیگ میشه نت خودش جنریت میکنه و شما میتونه از اون خود پیاده سازی شده اش استفاده کنه. وظیفه کامپوننت هم خودی بین ماجرا و کلاس وابسته است، یعنی میاد اون متد پروواید رو صدا میزنه خودش و اینجکت رو انجام میده تو جایی که نیازه. در واقع تزریق کننده اصلی اون کامپوننت. یه کاری که اینکه انجام میده مدیریت کننده دامنه های اسکوپ هاست که من تو قسمت اسکوپ بیشتر در این مورد صحبت میکنم که چیکار باید کرد باشه. برای تعریفش هم یه اینترفیس میسازیم، حالا ما اسمش رو داشتم اپلیکیشن کامپوننت. یه آنوتیشن داریم به اسم کامپوننت که داخلش میتونیم ماژولایی که این کامپوننت نیاز داره رو بهش معرفی کنیم تا بتونیم ازشون استفاده کنیم. غیر از ماژولایی که من براتون مثال گفتم توی آبجکت گرافمون، یه اپلیکیشن ماژول یا اندروید ماژول هم داریم که اطلاعات کلی توش، مثلا اندروید ماژول یه سری متدایی که تو همه پروژه اندروید نیازه، مثل ریسورس ها، مثل کانتکست یا مثل شیر پریفرنس، اینا رو برامون پروواید میکنه. تو همه پروژه تقریبا نیاز هست. اپلیکیشن ماژول هم مثل کانفیگ های کلی توش داشته، حالا خیلی تو این مثال مهم نیست و تو سورس میتونیم ببینیم البته داخلش چی، ولی مثلا اگه نتورک تایم باتی میخوایم اینا رو این پروواید میکنم. ولی کلاسی هستی که ما تو این مثال برامون مهمه دیتا ماژول و ماژول و استوریج ماژول هم داخل این اینترفیس اپلیکیشن کامپوننت شما میتونید از یه متدای تعریف کنین که بهش میگن ممبر اینجکتور. در واقع این متدا وقتی پیاده سازی بشن میتونن اون فیلدا رو برامون اینجکت کنن. اسم این متدا مهم نیست، یعنی حالا به جای اینجکت میتونن هر اسمی دوست دارین بذارین، ولی مهمه که یه دونه وایپ باشن، نه این متدا رو کار نداشته باشن، نه اینکه یه پارامتر بولین داشته باشن. وقتی این قابل رعایت کنین دقیقا میفهمید که شما میخواین از این متد برای اینجکت کردن فیلدا توی کلاس استفاده کنید. من چون دو تا اکتیویتی داشتم مثلا اینجکشن تو دو تا اکتیویتی انجام میدم دو تا از این متد رو داشتم. کلاس اپلیکیشن کامپوننت شما میخوام سینگلتون باشه تو همه پروژه ازش استفاده کنم. خودم اومدم یه داخل که اپلیکیشن کلاس پروژه نوشتم، یعنی بعد آن کرییت اومدم از طریق بیلدری که دگر برام جنریت کرده عمل بیلد رو انجام میدم. یکی از ماژولامون نیاز داره که بهش کانتکست پاس داده بشه، اندروید ماژول، درکش مجبوریم خودمون نیم کنیم، ولی بقیه ماژولا که هیچ کدوم کانستراکتورشون مقدار ندارن خود دگر میفهمه نیم میکنم، یعنی من فقط نیاز اندروید ماژول رو نیم کنم بهش پاس بدم. اینجا فقط اینو بیلد میکنیم و به صورت سینگلتون نگهش میداریم که هر جا خواستیم از این کامپوننت استفاده کنیم متد گت کامپوننت رو کال کنیم. الان داخل فرست اکتیویتی ما نیاز به دیتا منیجر داشتیم از طریق فیلد اینجکشن، چون کانسترکتور اینجکشن رو نمیتونستیم استفاده کنیم از طریق فیلد اینجکشن میخواییم اینجکت کنیم. کافی که چون متد استاتیک بود میتونیم از طریق گت کامپوننت بهش دسترسی داشته باشیم به کامپوننتمون. بعد متد اینجکت رو دیگه خود دگر پیاده سازی کرد، ما توی اینترفیس فقط اسمش رو گذاشته بودیم، پیاده سازیش میکنم و دیسو یا همون آبجکت جایی که فرست اکتیویتیه رو بهش پاس میدیم. وقتی این عمل انجام شد این خط کد اجرا شه دیپندنسی میمون از طریق اون ماژولا پرووایب میشه، اگر میاد چیکار میکنه ست میکنه به دیتا منیجر. حالا اگه همونطور چند تا از این اینجکت ها داشته باشه همش با هم انجام میشه دیگه، یعنی خود دلیل رو هندل میکنه. ما باید یه دونه اینجکشن داریم اینجا. اگه بخوایم خود این مثال رو ببینیم یه همچین شکل داره، خیلی حالا معلوم نیست اینجا آره تو لینکش گذاشتیم؟ آره لینکش رو میتونیم تو سورس لینکش رو شیر میکنم بچه ها میتونیم گیت هاپ ببینیم. حالا مثلا کلی توضیح میدم، حالا یه پکیج دی آی داره که حالا ماژولا و اپلیکیشن کامپوننت داخلش گذاشتم، بعد یه پکیج دیتا داره که داخل اون خودش خود پکیج مختلف داره مثل لوکال و ریموت که کلاس های کش و رتروفیت داخلش هم، یه کلاس هم مثل دیتا منیجر داریم که کنم اینجور میشه.
ولی کلاس داتا منیجر اون که از طریق کانسترکتور دو تا دیپندنسیون میگیره، یه متد گت موویز داره که بر اساس اون لاجیک اینجا پیپسازی کردم که چک میکنه آیا کشم منچین بیستی هست یا نیست. اگر باشه از اون استفاده میکنه، اگه نه هم درخواست میزنه. سمبلش هم که هم اول نشون دادم که هر بار لیست اجرا میشه میره اطلاعات از سرور میگیره. باز تمت هم روشن کنی فکر کنم بهتر باشه. تم روشن استفاده کنی. ولی نکته اینجاست که الان اگه من از این اکتیو دی بی هم بیرون دوباره برم داخلش شروع بکنه از اینترنت گرفتن، دلیلش که این دیتا منیجر که من استفاده کردم حالا سیگنال نیست و هر بار که داره اینجکت میشه تو کلاس اکتیویتی مون داره یه نسخه جدید داشته باشه. حالا یکم جلوتر بگیم اسکوپار توضیح بدم، اینجا میتونیم اینو سیگنال کنیم تا دیگه وقتی حتی از اکتیویتی هم خارج میشیم بتونیم از کش اون استفاده کنیم. من پس اولی دامنه هاست توی دگر که خب خیلی هم کاربرد داره، ولی نکته که اینجا اولین باری که آدم باش آشنا میشه در خیلی جذابه، چون میبینید یه سری آنوتیشن داره بسیار کراکتیویتی مثلا بیار میکنم پر فرگمنت که راحت آبجیکت عمر آبجیکت رو هندل میکنه، اکتیویتی بیاد بره اینا میاره آبجیکت رو میبره، خیلی جذاب و دوست داشتنیه. میبینید یه همچین حسی به آدم دست میده که اون چیزی که نیاز داشتیم رو پیدا کردیم. ولی یه مدت بگذاری که آشتی با هم ببینید اسکوپا چه شکلیه یه همچین حسی پیدا میکنم، میبینید اون چیزی که میخواستیم واقعا نیست، یعنی اون آنوتیشن هایی که داریم میبینید کراکتیویتی پر فرگمنت واقعا اونجوری نیست که آبجکت ها رو باید همینجوری هندل کنه و خودش مثلا نسخه هاشو نگه داره ببره از بین ببره و چیز خیلی شاید بگم ساده ایه پشت پرده خیلی ساده ای دارم در باز خودتون باید هندل کنید، فقط یه سری کمک کاری میکنی که حالا تو مورد دوم بهتون میگم. نکته اولی در قبلش رو میخوام بگم یکی این دامنه ها یا اسکوپ ها همشون یکسان هم، یعنی همون پراکتیویتی پر فرگمنت که میبینی واقعا هیچ کار خاصی نمی کنی، یا آنتشن معمولیه که همون کاری انجام میدی که آنتشن سینگل کام میکنه و بینشون واقعا هیچ تفاوتی نیست. حالا چه وضع مفصلی وقتی این هیچ تفاوتی با هم ندارن چرا ما میایم دامن خودمون درست میکنیم مثلا میشه کراکتیویتی پر فرگمنت یا هر اسمی که دوست داریم؟ دلیلش اینه که دقیق از این استفاده میکنه یکی از کاربردهای مهم سرسنجی خوده، یعنی شما یک کامپوننت داریم مثلا سینگل کنه بعد یه دونه آبجکت نیاز داریم که میخوایم هر اکتیویتی بیاد و بره یا آنوتیشن داریم به اسم کراکتیویتی، بعد وقتی توی این ماژورتون میایم روی این آبجکت میزنیم کراکتیویتی دقیق بیاد میاد از طریق توی فرایند کامپایل میگه چک میکنه اه خب این مثلا کامپوننت سینگل کنه، بعد شما یه دونه آبجکت گفتیم که نیاز داریم کراکتیویتی باشه. اینجا که بهمون خطا میده میگه خب اصلا همچین چیزی امکان نداره، این کار کنی این اشتباه کاربردش بیشتر توی این قضیه سرسنجیه، معنی فرقی بین اینکه حالا خودتون یه دیلم اسکوپ درست کنیم یا از سینگل کن استفاده کنیم نیست. فقط یه آنوتیشن داریم به اسم یوزیبه، این تفاوت مایه با بقیه آنوتیشن ها تفاوت داره، تفاوتش هم خیلی جالب یوزایی اینه که سینگل کن یا بقیه دامنه سفارشی برای شما گارانتی میکنن حتما یه نسخه از آنوتیک داشته باشید. حالا خود دقیق توی کلاسیش بشه که دابل چک که مطمئن باشین حتما توی این کامپوننتتون از این آبجکت یه نسخه هست، ولی دامنه یوزر اینجور نیست. بهتون که من بهتون یه جورایی مرامی میگه من یه نسخه بهتون میدم هر سری خب، ولی اگه نشدم احتمال داره شما از آبجکت دوتا نسخه داشته باشین، گارانتی نمیکنه براتون. ولی مزیتش اینه شما یه سری آبجکت دارین خب بهتر بدین که هی میشه از یه دونه استفاده کنید، ولی اگرم حالا یه جایی تو اپلیکیشن دوتا شد اشکال نداره، در نتیجه میگن از این آنتشن ویزایی بر استفاده میکنیم. دلیلش اینه که خوباده چرا از سینگلتون استفاده نکنیم این استفاده کنیم دار رو بیامون نمیده، اینه که تو سینگلتون دابل چک و اینا رو استفاده میکنه، در نتیجه تو ویزایی بر استفاده کنیم کمتر علاقه پرفورمنس تاثیر تو اپلیکیشن میذاره.
تلفن گارانتی نمیده دیگه. استفاده مثلا آنوتیشن سیگنال رو اگه استفاده کنیم خیلی راحت میرو متد پرووایدرمون دیتا منیجر رو تو ماجل دیتا ماجول یه دونه اساین سیگنال روش می‌ذارم. حتی قبلا کامپوننت هم سیگنال کردم حالا خدمت هستم سیگنال گذاشتم به همین راحتی الان دیتا منیجری که من پروژه دارم سیگنال میشه. ای رو همین مثال شو ببینیم وقتی که من کار کنم یه ماجل دیتا ماجولم از نوبت حتی اگر از اکتیویتی بیام بیرون و دوباره برگردم چون دیتا منیجر هم سینگلتون شده همون آبجکت قبلی رو بیاد نه چون میتونم از کشی که قبلا شده دوباره استفاده کنم به نسخه جدید نشده بهتر داره به طوری که این شکلی تعریف میکنه یه تایپ رو ریتین میکنن
اگه اون یکی برانچ هم بریم اون یکی روش رو بیاد سو دیگر من این صورتش رو اینجا بریم